با درود بسیار به همه شما، غبن بسیار و پوزش بسیار. یک هفته نبودم، نشستیم، امریکا بودم، برنامه را از اونجا انجام بدم، نشد. حالا دیگه توضیحات بیشتر از من نخواهید، نشد. و تکرار یک برنامه شما و ایران فردا هم زیاد جالب نیست. این است که به جای اون در طول هفته دو روز، اول و دوم شجره رو گذاشته بودم، روز یک شنبه هم سومش رو، که یک بار این مجموعه رو کامل شما بازبینی کنید. و برای خودم هم جالب بود، چون در یک جا یه نکته های دیدم که باید تصحیح می شد که گفتم اینم تصحیح بشه. در حال پوزش میخوام، من این لحظات دلنشین شنیدن صدای شما رو حاضر نیستم با هیچ چیز عوض بکنم. چند توضیح براتون بدم که بسیار مهمه. بعضی از شما نسبت به بعضی از برنامه ها ایرادهایی دارید، از جمله یکی از بینندگان دائمی ما که از روز اول با ما بوده ایمیل مفصلی برای من نوشته و تأکید کرده که بعضی از برنامه ها داره تکرار میشه، به معنای دیگر مضمون برنامه تازگی نداره. مثلا من بارها دیدم شما برنامه چمتا رو دوست دارید، برای اینکه تازه است، تحول داره، مرتب از یه چیز تازه. یا ترانه باران رو دوست دارید، برنامه فیم رو دوست دارید، این جزء برنامه های انترتینمنت ما، برنامه هایی که یه مقدار اوقات شما رو پر میکنه و درونش هم اطلاعات تازه به شما میده. یا در مورد برنامه ورزش اظهار نظرهایی داشتید. هیچ چیزی برای یک رسانه تکرار خودش نیست، در واقع مرگ رسانه است. خیلی از رسانه‌هایی که موفق بودن بعد ناگهان با شکست روبرو شدن به خاطر تکرار بوده. در این حال شما گاهی اوقات به یه عده آدم دلبسته اید، نمیخواید این آدم ها تغییر کنن، میخواید این آدم ها باشن. فلان ساعت فلان برنامه رو دوست دارید ببینید، اما ته دلتون هم میخواید این برنامه تغییراتی بکنید. من با همه همکارام صحبت کردم، امیدوارم بتونیم در سال آینده میلادی یه تحول اساسی تو برنامه ها داشته باشه. اون برنامه هایی که دوست دارید پخش بشه با یه فرمت تازه، یه دگرگونی هایی تو شما مشاهده کن. از جمله برنامه خود من پنجره رو به خانه پدری خیلی براش نقشه دارم و امیدوارم بتونم اینا رو پیاده کنم. گاهی اوقات که من مهمانی دارم در برنامه، میبینم شما خیلی راضی میشید، به خصوص اگه مهمانی داشته باشم مثل مهدی اصلانی یا دکتر محمود کویر. و این است که از این نوع مهمانان بیشتر خواهم داشت. در مورد تحلیل ها و تفسیر ها، برنامه هایی که شما علاقه مندید بدونید، این کارم من انجام میدم. شما در برنامه آن سوی خبر این نوع بررسی ها رو مشاهده میکنید مختصر، یا در برنامه تفسیر خبر خود من جمعه هم هستم به اتفاق آقای دکتر سازگارا در کنار دوست و همکار عزیزم جمشید چالنگی این کار رو انجام میدم. ولی سعی میکنم حداقل دو روز در هفته در برنامه خودم مهمانانی داشته باشم که به اون صورت شما در برنامه من با یک نگاه های دیگم آشنا بشید. اینا جزو ضروریات این کار است. یه خبری جالب بهتون بدم. نازنینی از ساکنان کوچه عدلیه، جایی که محضر پدر بزرگ من بود در مشهد، دفتر سه مشهد، آغاز کوچه عدلیه و بعد از درگذشت مرحوم پدر بزرگم، پدرم مدتی تصدی اون دفتر رو داشت تا به تهران آمد. از همسایگان ما بوده که خوب ما رو میشناخت، یک فرهنگی، و زنگ زده بود و مفصل در باب کوچه عدلیه صحبت کرده، خواسته بود به ایشون زنگ بزنه. من چند نوبت تالا زنگ زدم، با اون صدای همیشگی رو برستم، مشترک مورد نظر در دسترس نمی باشد.
هموطن دیگری باز به من زنگ زده بود که حتما با او تماس بگیرم. من زنگ زدم، باز با همین مشکل روبرو شد. در حال فکر نکنید من پشت گوش میندازم، نه. اگر از من بخواید بهتون زنگ بزنم و شماره بگذارید، حتما این کار رو میکنم. و اگر صداتون رو پخش نمی کنم در شما و ایران فردا، برای اینکه آرش برای من می نویسه که این مسئله خصوصی مربوط به خودتونه، اونو من گوش میدم، بقیه پیام ها رو نه. یک جا در اختیار رامین میگذارم و در اینجا میشنوم با شما، و اگر پاسخی لازم باشه پاسخ میدم. باز یه اشاره دیگه بکنم، 13 آبان به زودی میرسه، روزی که عده‌ای به اسم دانشجویان خط امام سفارت آمریکا را برخلاف تمام موازین و اعراف بین المللی، عرف بین المللی، قانون بین دول اشغال کردن و اسمش هم گذاشتن تسخیر لانه جاسوسی. زنده یاد سعیدی سیرجانی در اون داستان شیخ صنعان از قول روزخانی که میگفت روایت کرده داستان بوده، سید علی اکبر بوده، یکی شبیه به این، این حکایت اشغال سفارت رو به زیباترین وجهی باز میگفت. حالا روایت من رو هم بشنوید. من یکی از کسانی بودم که متهم شدم با سفارت آمریکا در ارتباط بودم. همین آقای اسخرزاده و دوستانشون و غیره اومدن شبی سخنرانی طولانی فرمودن. ظلمی که بر یکی از آزادمردترین دولت مردان ایرانی عباس امیر انتظام کردن، این دانشجویان خط ما. در اون برنامه ویژه شما میبینید که کجا بودند، امروز کجا هستند و چه کار میکنند. 13 آبان یادتون نره. سرتاپا گوشم برای شنیدن پیام های ارزشمند و دلنشین شما. من سلام عرض میکنم، دوستتون دارم، عاشقتونم. من مهدی هستم از شرق یوستان، آدمی که 24 ساله عین شما ها از ایران دورم و عاشق همه تونم. همه من صحبت میکنم دلم میخواد گریه کنم، ولی نمیدونم چی کار کنم. خیلی دلم تنگ شده برای ایران، ولی بشستم همینجا با شما هستم، عاشقتونم. امیدوارم که هممون یک روز انشالله با راحتی و خوبی بریم به کشورمون. دوستتون دارم، عاشقتونم. سپاسگزارم هموطن نازنینم. من وقتی اومدم بیشکک، وقتی اومدم قرقیزستان، خیلی برام عجیب بود. آدم یه موقع پایتختش فرونزه بود که مسابقات کشتی برگزار شده بود، من خیلی کوچیک بودم، تو کیان ورزشی دنبال میکردم. بعد حالا اومدم و تعجب کردم توی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی کشوری رو اونجا میدیدم که عقب نگاه داشته شده بود. و بعد خیلی جالب بود که خانم گلرخسا در کشور خود شاعر بزرگ مورد تعقیب قرار گرفته بود، ولی رئیس جمهوری قرقیزستان به او خانه ای داده بود و اومده بود اونجا زندگی میکرد. فضای آزادی داشت. خیلی برام جالب بود، چون ازبکستان هم رفته بودم و قزاقستان و تاجیکستان که اون وقت خیلی درگیری توش بود. جالب بود برای من قرقیزستان چه فضای آرامی داشت. بعد این انقلاب سبزی که در اونجا شد و حکومت عوض شد. هموطن من، نمیدونم به چه دلیل اونجا هستی، اما نزدیکتری از ما به ایران. به قول زنده یاد عالمپور، قطار مشهد به بخارا و سمرقند و بیشکک و آستانه روزی به راه خواهد افتاد. هموطن بعدی. درود بر شما آقای نوری‌زاده، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تشکر میکنم برنامه های خوبتون. آقای نوری‌زاده عزیز، این آقای دکتر عباس یمینی شریف رو من هیچ وقت ندیدم کسی یادشون بکنه. اگر دوست داشتید یه
برنامه یک 5 دقیقه برای ایشون هم بذارید ممنون میشه. خدا شما بدرود. سپاسگزارم دوستم، ممنونم که یادآور شدی. دکتر عباس یمینی شریف به گردن نسل من که خیلی حق داره. اون داستان‌ها و شعرهای شیرینی که در کتاب‌های درسی از او می‌خواندیم. نازنین مردی بود که عمری رو در خدمت آموزش فرزندان این آب و خاک گذاشت. حتما این کار رو می‌کنم. حتما قول میدم به شما. بیننده بعدیمون. سلام. فیلمی که راجع به فرانسه نشون میدین راجع به یک کاخ کاردینال که روبروی لوور صحبت میکنین، اون اشتباه است. اون ساختمان گراند پالاس که اواخر قرن 19 ساخته شده. پس به نام کاردینال روبروی لوور اشتباه است، اون گراند پالاس روبروی پوتیپاله. متشکرم، موفق باشید. سپاسگزارم دوست من، چون من خودم نمیدونم، نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی همکارم که برنامه هفت اقلیم رو تهیه میکنه امیدوارم شنیده باشه و اگر در این مورد اشتباهی کرده در برنامه بعدیش یه توضیح کوچک بده. بسیار سپاسگزارم که با این دقت و امان نظر برنامه های ما رو دنبال میکنید. بیننده بعدی. سلام دکتر میرزاده، زمین خستنش نباشید. دوباره خواهش میکنم یادم را خدمت نرس کنم اون برنامه هزار فامیل رو قول دارید یه بار دیگه قسمت دوم تکرار کنید، یه بار دیگه اول دومش رو قشنگ اساسی ما بسید پخش کنید با اعلام قبلی. ممنون میشم. و اون دوتا کلیپ هم که خستنم درخواست کردم که سیفر هنجایی کلی در فرودگاه حجاج برجان برای من افتکهت و اون یکی مورد که یه سری حیوانات و میوه ها کافرن و آفایشو کافرن، آفای شیرین و بعضی میوه ها و بعضی چیزا مسلمان رو محبت می پخش کنید. فکر نکنم هیچ حیوانی مثل انسان بد باشه برای نسبت بعضی ها، خیلی ها. متشکرم، خداحافظ. شما دوست من، اتفاقا درخواست شما تقارن پیدا کرد با پخش عجیبه، من که نشینده بودم پیامتون رو. پخش شجره هر سه قسمتش پخش شد، روی سایت هم هست، هر موقع بخواید میتونید به سایت مراجعه کنید و دوباره ببینید. بیننده بعدی. سلام عرض کردم به تمام کارکنان ایران و فردا. آقای میرزاده عرض کنم حضورتون که در آخرین لحظه این برنامه تلفنش، جواب تلفنیش، آقای نوریزاده باز گفت 250,000 تا کشته در سوریه. بابا یک سال پیش میگفتن 250-300 تا، الان از 300,000 گذشته. یه موضوع دیگه هم این که در ایران بعد از اون انتخابات 88 تنها اون آقا سلطان، خانم آقا سلطان یا اون سه نفری که در کهریزک کشته شدن نبودن. کروبی 71 دو نفر اسم در آورد، دولت تا 40 تاشو قبول کرد، در حالی که نه مال کروبی درست بود نه مال دولت. در همون موقع 700-800 نفر کشتن. این آقای سرلشکر همدانی که مدعی شد 5,000 اراذل و اوباش آورده، خب 5,000 نفر در مقابل 2-3 میلیون معترض، یه شکار دم دست بودن دیگه. از اون طرف یه گده بسیجی های ورزیده و آزموده فقط کارشون جمع کردن جنازه تو خیابان بود. بعد از پایان قائله شما فکر میکنید یه بساب عده جمع شدن این اسما رو کنار هم گذاشتن که چند تا کشته شدن؟ چنین چیزی نیست. دوست من، در رابطه با سوریه آمار 250,000 تا متقن مدلل و ثبت شده است. این تشکیلاتی در لندن هست که مدیر اونجا را من میشناسم، آقای رامی رو، و اینا تمام رو ثبت میکنن. 254,000 نفر متقن و مسجل.
خود رامی معتقد تا 300 هزار نفر هست، ولی هنوز اسم و آمار نداره راجع به اونا. منم اگر اشاره میکنم مستند به اون آمار خود اپوزیسیون سوریه است. همینجوری میگن 300 350، ولی این تعداد ثبت شده است. در رابطه با قربانیان جنبش سبز سال 88، بذارید یک مثال بزنم براتون. وقتی 17 شهریور رخ داد، آخوندها اومدن، آقای خمینی، چپا، مجاهدین، اینا اطلاعیه دادن، از صدها و هزاران کشته صحبت کردن. دولت شریف امامی که اومد گفت 70 نفر کشته شدن، هیچکی باور نکرد، خندید. و صحبت از هزاران کشته، آقای خمینی صدها هزار، صد هزار نفر تو انقلاب کشته شدن. باید مرد جوان، مرد آزاده مثل آقای باقی بود میومد آمار رو بر اساس گزارش های بنیاد شهید، بهشت زهرا، گورستان های شهرهای دیگه، گزارش خانواده ها جمع‌آوری میکرد که همه میدیدن که تعدادی که کشته شدن واقعا چقدر بود. حتی از اون تعدادی که دولت شریف امامی گفته بود کمتر. در مورد سال 88 تعداد کشته ها مهم نیست، چون ببینید الان چیزی رو نمیشه پنهان کرد. تمام کشته شدگان اسم دارن، مشخصات دارن، خانواده هاشون جلو هستن، همه مشخص. و حتی محسن که پدرش جز نوکران آقای خامنه‌ای است، آقای روح الامینی که جز دانشجوی خط امام بوده، مادر پیگیر قضیه فرزند شد و نذاشت خون پسرش پایمال بشه. بنابراین هممون میدونیم چه تعدادی کشته شدن، اسامیشون هم داریم. 100 نفرم نبودن، 800 نفرم نبود، شاید چیزی نزدیک 50-60 نفر کشته شدن. حالا من دقیقشو ولی تو همین مایه. اما 4-5 هزار نفر به زندان رفتن و در زندان شکنجه هایی تحمل کردن که از مرگ کمتر نبود. در کهریزک به جوانها تجاوز شد. در حکومت نایب امام زمان به دختر و پسر در کهریزک از همون اراذل و اوباش که آقای همدانی استخدام کرده بود، اونا تجاوز بهشون کردن. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کنه. من واقعا به انتقام الهی و طبیعت اعتقاد دارم. آقای همدانی هم اون سرنوشتش شد. آقای شوشتری تو سپاه اون سرنوشتش شد توی بلوچستان. دونه دونه اینا رو نگاه بکنید، جنایت کردن، بالاخره یه جا پس دادن. فکر کنم همینجور میگذره قضیه. یه حساب و کتابی در نظم عالم هست، حالا بنده میگم خدا، شما میگی طبیعت، قانون طبیعت، نمیدونم، ولی هست. هموطن بعدی، نوری زاده، من از داماد زنگ میزنم. برنامه هاتون خیلی خیلی خوبه، مخصوصا آقای سخن. من خودم سگیدم، از سگیدا هرچی این بگه باز کم گفته، خودم الان شرمم میشه. خداحافظ. خداحافظ خواهرم، ممنونم از محبتت. بیننده بعدی، الو، سلام آقای دکتر میرزاده، خسته نباشین. واقعا ازتون سپاسگزاریم، از این همه نعمت و از این همه سپاسی که شما دارین و از این همه کارهای خوبی که انجام میدین. واقعا برنامه خیلی قشنگی دارین. من یه سوال داشتم، واسم راجب صحبت کنین. بابا خسته شدیم ما این پیام، دیگه سر پیام میاد، خسته شدیم از این پیامای چرت و پرت. دیگه نمی‌دونیم درد ما رو به کی بگیم، شکایت ما رو به کجا کنیم. همراه اول ایران سل دیوان ما کردن به خدا. واقعا خیلی خیلی دوست دارم. من از استان سرسبز گلستان زندگی میشم. خیلی دوست دارم آقای نوری‌زاده. ممنونم، خداحافظ. من مطمئنم محمد صفریان اینو شنیده باشه شاد میشه، چون اونجا در گلستانم ما دوستان بسیاری داریم که برنامه های ما رو دنبال میکنن. ازتون ممنونم. یک مسافر داشتم از تالش، به من میگه آقا تو نمیدونی تو تالش مردم چه جور دیگه. بعد برای من وصف میکرد تالش رو، اون تالش سرسبز زیبایی. گفت حالا ببین ساختمونایی ساختن اون تو که چه خبره. و یه چیزی گفت خیلی خوشحال شدم.
گفت در تالش مردم به خاطر اینکه زراعت میکنن و محصولات کشاورزی بالا رفته قیمتش، به خصوص کیوی، گفت خیلی از مردم وضع نسبتا خوبی دارن، چقدر خوشحال شدن. همونطور که وقتی با دکتر حسین بور صحبت میکردم روز پنجشنبه، از شرح درد فقر بلوچ های سرزمینم و سیستانی ها متأثر شده بودم، ولی خوشحال شدم حداقل در تالش در یک بخشی از میهن من اون مردم آزادهی که زیر بار ولایت فقیه نرفتن زندگی بهتری داره. گفتم باز تالش تا یادم رفته یه نکته رو بگم. وقتی که انقلاب شد، به هر حال اون دوره اول مجلس آدم‌های به مجلس رفتن که منهای بعضیا که حالا جد جبهه ملی بودن، نهضت آزادی به این طرف، یا با روحانیون از روحانیون مبارز بودن و غیره، یه دم آدم‌های صالح محلی به مجلس رفتن، آدم‌هایی که واقعا در منطقه خودشون اعتبار داشتن، وکیل بودن، قاضی بودن، کاسب بودن، کشاورز بودن، مدیر اداره بودن، اینا واقعا از جانب مردم انتخاب شدن. و شگفتا در همین تالش کسی که نماینده مجلس شده بود آدم خوشنامی بود، حالا من اسمش رو زیاد یادم نیست، ولی اون زمان یادمه بسیار آدم خوشنامی بود و چقدر از مردم از این قدردانی میکردن. من یادم از اون وقت در صدای آمریکا مرتب من مصاحبه میکردم، بودم اونجا، چندین نامه برای من اومد به صدای آمریکا. وقت مثل حالا ایمیل رو نمیدارم، تماس را تلفن اینا نبود، نامه میفرستادن، دو ماه هم تو را بود و از این وکیل تعریف میکرد. اما او رفت و جاشو یه مردی از سپاه گره به نام یاری. چه جنایتکاری بود و چه دزدی. و در مدت وکالتش تا تونست زمینای مردم غصب کرد و امروز به یه میلیاردر تبدیل شده که انواع اقسام فسخ و فجور هم مرتکب میشه. به هر حال از تالش گفتم تا یادم بودی اشاره به این بکنم. بیننده بعدی. با سلام خدمت دکتر نوریزاد، خسته نباشید. از برنامه خوبتون بسیار متشکرم جناب نوریزاد. در مورد برنامه تفسیر خبر با آقای چالدنگی میخواستم از من خدمت این که این سوالای آقای چالدنگی که مطرح میکنن سوالاشون بسیار طولانیه و میتونن حتی سوالاشون رو خیلی خلاصه و کوتاه بگن و در موقعی هم که اون کارشناس داره توضیح میده ایشون خیلی سرفه و بله و نمیدونم حالا بعد اون جواب رو میدیم و این طرز برخورد اجرا من فکر میکنم یکم انتی محمل بربی عددی بشه برای اون مفسری که توضیح میده. اگه سوال خودشون رو کوتاه بپرسید مسلمم وقت بیشتری میتونه برای اون کسی که میخواد توضیح بده و ما بین توضیح طرف هم نخواد همینطور صرفه کند، نمیدونم بگه بله خب اگه کوتاه بفرمایید. ممنون. این بسیار متشکرم. ببین دوست من، هر پرزنتری، اجرا کنندهی، تهیه کنندهی، نویسندهی یه سبک و سیاق داره. شما نمیتونی ایراد بگی. خب ببینید، بعضی از دوستان ما، خود من هم هستم، موقعی که سوالی ازمون میشه اینقدر حرف میزنیم که اون گوینده مجری برنامه ناچار سرفه کنه، تلاش کنه توجه ما رو جلب بکنه بدون اینکه ما احساس بکنیم مثلا مانع از حرف زدن ما شده. اینا روش هایی است که معموله در همه دنیا که شما اشاره بکنید، بله بگید، بعد همینجوری نمیتونه یه نفر یه ربع حرف بزنه. خب معلومه مجری برنامه باید مداخله کنه. حالا سوال ها طولانی بودن لابد بستگی به موضوعش داشته، ولی تصور میکنه اتفاقا چالنگی سعی میکنه که سوال های متعدد بپرسه و کوتاه باشه. ممنونم. توی فیسبوک هم صفحه آقای چالنگی هست تفسیر خبر، میتونید کامنت هم بذارید، از خود ایشون بخوان و همیشه هم جواب میده و باهاتون در تماس. ممنونم. بیننده بعدی.
به و سلام عرض میکنم آقای دکتر، خسته نباشین. واقعا عجب برنامه، عجب کمونتریستی. واقعا من همچین چیزی تا حالا ندیده بودم. تو کمونتریستی اینقدر پوزیسیون های قشنگ، پوزیسیون های که اصلا نمیشد با ویولون زد، این با کمونچه قشنگ اینا رو عمر زد. اینقدر خوب بود آقای دکتر کوی، چقدر وارد خوب. خیلی بهتون واقعا تبریک میگم. باری کلا از چه موسیقی، از این موسیقی ها پخش کنه. اینا موسیقیه که باید گوش کنن ببینن مردم موسیقی یعنی چی. منشیه به ممنونم دوست من. موسیقی مناسب با کلام طبیعتا وقتی با دکتر کویر نشستیم اون نوع موسیقی هم باید پخش بشه. ممنونم از توجهتون. بیننده بعدی. جناب آقای نوریزاده سلام عرض میکنم. در برنامه آقای جمشید چلنگی، آقای رمضان‌پور اومده بودن داشتن صحبت میکردن و از روحانی حمایت میکردن. شما از ایشون بپرسین زنگ بزنه پک فامیلش تو داخل ایران سوال بکنه ببینه آیا از روزی که این آقا اومده چی بهتر شده. اعدام ها که سر برابر شده، گرسنگی مردم همینطور، بیکاری مردم همینطور، فقر و فحشا همینطور، مواد همینطور. ببین چجوری به چی بهتر شده که این آقا میاد تو تلویزیون شما این حرفا رو میزنه. با تشکر از برنامه هاتون. سپاسگزارم دوست فارسی من. دیگه صدای شما رو خوب میشناسم. جهرم باید باشه. حضورتون عرض کنم که یک مفسر صاحب عقیده و نظره. یه مفسر ممکنه دوران مصیبت زا و مصیبت بار احمدی نژاد رو که تحمل کرده وقتی مقایسه میکنه میبینه زمان روحانی مردم یه مقدار احساس راحتی بیشتری دارن، گویی که مشکلات همه برقراره. خب اشاره به اینم میکنه، ولی این به منظره نیست که ایشون در بس طرفدار روحانیه. نه، شاید مواردی بوده که ایشون اشاره میکرده الان بهش توجه شده. مثلا یکی از مسائلی که خود منم بهش توجه کردم مسئله فرهنگیه. من این مجله مهرنامه شماره آخر رو که دیدم حقا ضمن تحسین محمد قوچانی واقعا توصیه میکنم برید این مجله رو بخرید و بخونید. یکی از زیباترین، جامعترین و خواندنیترین مجلاتی بود که من تا حالا دیده بودم. پرحج، پرصفحه. گزارشی که راجع به انتخابات آمریکا داشت فوق العاده بود. خب این الان در اومده، دوران احمدی نژاد از اینا در نمی اومد. اینا رو میخوام بگم خود باید دقت کرد بهش، نقاط زشت رو ببینیم و بازگوییم، اگه نقطه زیبایی هم دیدیم بهش اشاره کنیم. هموطن بعدی. با عرض سلام خدمت آقای دکتر نوریزاده و تمام درفرمرکاران برنامه. با توجه به اینکه چند بار تماس گرفتم ولی پیغام و درخواستم پخش نشد، مجدداً ازتون درخواست میکنم که بیوگرافی سفیر جدید ایران تو انگلستان که ظاهراً جدیداً انتخاب شده یه توضیحی در موردش بدید برام. دست شما درد نکنه. قربون شما. خیلی ممنون از برنامه. دوست من، ایران هنوز سفیری در انگلستان تعیین نکرده. یه کاردار موقت بود که بعد گفتن کاردار دائم میشه. منتها کاردار انگلیس از تهران اومد و این جای سوال گذاشته. با وجود که بله کاردار مقیم شد و بعد آقای وزیر خارجه انگلیس که رفت به ایران اینجور گفت که به زودی قسمت کنسولی سفارت هم کارشو از سر میگیره. ما همه منتظریم و امیدواریم تا پایان سال کاردار دائم، یعنی کاردار ثابت هر دو کشور مبادله بکنن و سفارت ها کاملا فعالیتشو از سر بگیره و هزاران ایرانی که میخوان برای دیدن فرزند و برادر و خواهر و دوست و آشنا سفر بکنن اینقدر مصیبت رفتن به ترکیه و دبی و انتظار کشیدن رو نداشته باشن. بیننده بعدی. سلام آقای نوریزاده، من از شمال کالیفرنیا زنگ میزنم. کاری که ما برای شما نمیتونیم بکنیم، فقط میتونیم ازتون تشکر کنیم با این برنامه های خوبتون. چقدر خوبه. الان به خصوص آقای سفیان اون
مال سوفیا لورن رو گذاشته بودن. اصلا آدم دل نمیتونست بکنه. به هر صورت ممنون از تمام زحمت هایی که میکشید، بی نهایت بی نهایت. امیدوارم که سلامت باشین. همجور از همه همکارانتون تشکر میکنم. خدا حافظ. سپاسگزارم بانوی گرامی. شما نمیدونید همین پیام کوتاه چقدر با آدم انرژی مثبت میده، چقدر همکارای منو شاد میکنه و یعنی تشویقشون میکنه به کار بهتر ارائه کردن. ممنونم ازتون. بیننده بعدی. با عرض سلام و ادب به جناب آقای دکتر نوریزاده عزیز، جناب دکتر لطفاً بفرمایید که در کشور انگلستان روزنامه و یا مجله‌ای به زبان فارسی چاپ و منتشر می شود؟ آیا آنطور که من می دانم یک روزنامه به نام کیهان به سرپرستی آقای ناصر محمدی منتشر می شد که مدتی است تعطیل شده است؟ شما که نیز در کار مطبوعات سابقه فراوانی را داشته و دارید، این سؤال را نمودم. چنانچه نشریات فارسی در آن کشور موجود است، ما که در اروپا هستیم می توانیم درخواست اشتراک آبونمان آنها را داشته باشیم؟ با کمال سپاس و تشکر از هلند زنگ می زنم. موفق باشید. سپاسگزارم دوست من. ببینید کیهان الان به صورت آنلاین منتشر میشه، به صورت کاغذی منتشر نمیشه. آقای ناصر محمدی هم معاون سردبیر بودن، استاد بزرگوارم احمد احرار سردبیر، و الان به صورت آنلاین توسط خانم نازنین انصاری و همکارانشون منتشر میشه. روزنامه اینجا هست، یه روزنامه نوبهار هست هفتگی که مجانی توزیع میشه، میتونید باشون تماس بگیرید. لابد یه پول پست هست. یه پرشین ویکلی هست که در واقع میشه هفته نامه فارسی، و اینا تمام هم آنلاین هم میتونید پیدا کنید و در دسترس شما هست. ولی به طور کلی دوران روزنامه کاغذی داره کم کم به سر میاد. شما الان بین روز آنلاین، یه روزنامه روزانه است آنلاین، مراجعه میکنید، همه خبرها رو میخونید، مصاحبه، گفتگو، غیره، ولی روی اینترنت. روزنامه کاغذی حتی تو خود انگلیس الان شما مشاهده میکنید روزنامه ها تیراژشون رو به شدت پایین آوردن، چون روی قسمت آنلاین تمرکز دارن، همون آگهی رو اونجا دارن بدون دردسر پول چاپ دادن و چاپ کردن. اما منم مثل شما کاغذ رو دوست دارم، دوست دارم روزنامه کاغذی رو بخونم. ممنونم ازتون. برای همین اطلاعات روزانه رو که اینجا منتشر میشه، حداقل برای دنبال کردن خبرهای داخل ایران جالب، دنبال میکنم میخونم، در کنار روزنامه انگلیسی و عربی و غیره که دنبال میکنم. نه حیف، حیف کیهان لندن که خود بندم یکی از نویسندگانش بودم، به علت مشکلات مالی و متوقف شدن کمک دوستانی که کمک میکردن تعطیل شد و رفت آنلاین. هموطن بعدی. با عرض سلام از ایران تماس میگیرم. کلیه افرادی که من تا کنون مشاهده کردم، هم از برنامه های اجرایی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، بسیاری از کلمات را به خصوص کلمات تاریخی و سیاسی و کتاب ها و شخصیت تاریخی را اشتباه تلفظ میکنن و این یک عیب بزرگ برای تلویزیون ایران فرداست. انشاءالله بگید که قبل از اینکه بخوان صحبتی داشته باشن در رابطه با درست تلفظ کردن واژگان، اول برن تحقیق بکنن، بعد این واژگان را به زبان بیارن، چون این مسئله خیلی مهمه و این نشان میده که اگر علم زیادم داشته باشن، این میتونه بگه که دارای علم اندکی هستم، کسی که داره این تلویزیون و این برنامه ها رو میبینه. متشکر هستم. خدا. دوست نازنینم، ای کاش چهار موردش رو به ما میدادید، این خیلی خوب بود. مثلا دوست ایراد گرفت از آقای ماشاءالله عباس‌زاده که مدل چرا اینجوری میگن، یه مثالم زد و بندم توضیح دادم، یا از دیگری. شما اقلا برای من چهار تا مثال میزنید. من همکارانم اغلبشون در کار خودشون آدمای متخصصی هستن. من فکر میکنم شما برنامه آقای ناصر شاهین‌پر رو گوش بدید، آقای دکتر سیروس مشکی، خانم دکتر خزرایی، اینا هر کدوم گوش بدین،
یا آقای صفریان یا بقیه، آقای اسداللهی فکر میکنم، آقای جمشید چالنگی مهمانانشون، یا برنامه سود، برنامه ترانه باران، برنامه فیم، کلیه برنامه، من فکر میکنم کسی اسامی آدم ها و مکان ها رو غلط بگه. حالا اگر مورد استثنایی بود چه خوب بود شما به من میگفتید که من مراجعه میکردم و به اون دوستمون همکارمون میگفتم. ممنونم از تذکرتون. خب بیننده بعدی. سلام آقای نوریزاده، بسیار مرد شرافتمند و وارسته ای، خیلی دوست داریم، عاشقتیم، موفق باشی. سپاسگزارم بانوی گرامی. گفتم اینا همه لطف است و محبت، ما رو غرق در انرژی میکنه، من و همکارانم. هموطن بعدی. با سلام و احترام به دستاندرکاران تلویزیون ایران فردا، به خصوص دکتر نوریزاده، ازش خواهش میکنم که آقای سید مشتبه واحدی رو هر جوری شده دعوت کنه، مثل مصاحبه که با آقای لیمونادی کرده، چون هیچ کس مثل ایشون جمهوری اسلامی و دستاندرکاراش نمیشناسه. خیلی ممنون. از اخبار زنگ میزنم. دوست نازنینم، من روزی که تلویزیون رو میخواستم برپا کنم، مجتبای عزیز از جمله کسانی بود که باش تماس گرفتم. او در اون زمان از فعالیت‌های رسانه‌ای خودش خیلی کم کرده بود، کمتر در تلویزیون ظاهر میشد و گفت یه مدت نیاز به بازنگری داره، نیاز به تأمل داره، مسائل زندگیش، و بعد الان بیشتر مینویسه، مقالاتی منتشر میکنه که در گویا نیوز بنده یکی از خوانندگانش هستم. امیدوارم مشتبه در شرایطی باشه که بتونیم تو برنامه به عنوان هم تو تفسیر خبر هم در برنامه دیگه از حضورش بهره ببریم. سپاسگزارم. بیننده بعدی. روز شب شما هم بخیر باشه. روز جمعه است، 24 مهر، ولی متاسفانه آقای نوریزاده 22 مهر رو فراموش کردن. زادروز شهباد و فرح رو یه یادآوری کوچیکم بکنن، نه به اون مصاحباتشون، نه به این که اصلا شیادی نکردن، اسمی نگفتن. و در ضمن از این آقای دکتر محمود کبیری بسیار خوش صحبت هستن، تشکر میکنیم. و در ضمن به آقای نوریزاده تبریک میگم و داشتن 4 نوه خوب و قشنگ. منم به عنوان یه مادر بزرگ صورت ما همشون رو میبوسم. اشاره که آقای نوریزاده توجه بکنم به این زادروزا و تاریخا، و من بارها خدمتشون زنگ زدم و گریه کردم، ولی متاسفانه مثل که فراموش میکنم. خدا حافظ شما. خیلی ممنونم بانوی گرامی، سپاسگزارم. چهارمی هنوز نیومده نوام، قرار تو همین هفته بیاد یا هفته آینده. و خب اون ستن رو که عزیزان منن و معلومه تخم چشم من، حالا چهارمی هم میاد. اما در مورد سال روز تولد، بله یادم رفته بود، من پوزش میخوام ازتون، یک سر و هزار سودا. اگر یک تذکری هم گاهی، حالا من میگم توی این دایری دفتر روزانم اینو حتما ذکر بشه، این تولد که فراموش نکنم. بنده که سیر نمیشم از مجلس پر از مهر شما، اما وقتی اون به پایان رسیده و پوزش میخوام، مطمئن باشین پیامایی که موند پخش میشه، چون خیلی پیام داریم. یک هفتم که من برنامه رو اجرا نکردم، بنابراین پیامامون زیاده. هفته آینده امیدوارم بتونیم همه رو پخش کنیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده، تا هفته دیگر همین جا همین ساعت، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.